سلام به همه همراهان نیواک تیوی، با یه ویدیو دیگه اومدیم سراغتون که بهتون 10 تا از جذابترین برادران دنیا رو معرفی کنیم. اینها برادران مطرح و در این حال خوش چهره هالیوودی هستن که شاید اصلا توجه کسی رو به خودشون جلب نکنن، اما در اصل با یک چهره معروف هالیوود آشنایی بسیار نزدیک دارن. در هالیوود برادرهای زیادی در کنار هم نقش آفرینی کردن و برادرهای دیگه‌ای هم همین حالا در انتظار تجربه اولین بازی مشترک در یک فیلم سینمایی‌اند. غالباً این برادرهای بزرگترن که تجربه و روابطشون رو برای ورود به سینما در اختیار برادرهای کوچیک‌تر قرار میدن. نبوغ و استعداد معمولاً جایی در مهره‌های پیچ‌خورده DNA اونها مشترکه و کافیه کمی علاقه و یک چهره خوب در میان باشه تا ردپای هنری یک برادر در خانواده یا قدم‌های برادر دیگه دنبال بشه. با ما همراه باشید تا با این برادران زیبا آشنا بشیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد همین الان لایکش کنید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. اوون ویلسون بازیگر محبوب وس اندرسون به شمار میره و تقریبا در همه آثار فانتزی این کارگردان دیده شده. این بازیگر پرطرفدار که به خاطر جنس انتخابش مسیر هنری جالب توجهی رو طی کرده، به همراه برادرش لوک در دو فیلم وس اندرسون حضور داشته. لوک هرگز به اندازه اوون با استعداد و درخشان نبوده و قدرت تبدیل شدن به نقش اول رو نداره، اما از استعدادهایی برای پیش بردن داستان به عنوان بازیگر مکمل برخورداره و شاید حتی بدون اوون هم میتونست به یک بازیگر در سینمای آمریکا تبدیل بشه. 200 سیگار در جستجوی امی و ویل هانتینگ نابغه همکاری‌های مشترک بن و کیسی افلک هستند. دو بازیگر فوق‌العاده با استعداد که شاید اگه برادرم نبودن باز هم جایی از مسیر هنریشون به هم می‌رسیدن. برخلاف بن که همیشه در آرزوی بازیگر شدن به سر می برد، برادر کوچکتر اون برای مدتی فعالیت‌های دیگر رو تعقیب کرد، اما بالاخره تصمیم گرفت در مقابل وسوسه‌های سینمایی تسلیم بشه و اجازه نده چهره و استعدادش در زمینه دیگه‌ای به هدر بره. در فیلم چارلی سنت کلاود، زک افرون نقش کاراکتری رو بازی می‌کنه که کاملاً به برادر کوچکترش وابسته است و رابطه صمیمانه‌ای با اون داره. در دنیای واقعی هم اوضاع بین این بازیگر و برادرش دقیقاً همینطوره. زک و دیلان افرون از هر تعطیلاتی برای رفتن به ساحل یا تماشای مسابقه‌های خانگی تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز در کنار هم استفاده می‌کنن. کاپیتان آمریکا بالاخره همون اتفاقی بود که در زندگی هنری کریس اونز در انتظارش بودیم. 16 سال بعد از ورود به سینما اون بالاخره نقش یک ابرقهرمان رو بازی کرد و به خوبی از پس این نقش بر اومد. کریس برادر بزرگتر اسکات اونز، بازیگری که در 8 سال گذشته مورد توجه قرار گرفته و در سریال‌های تلویزیونی پرشماری بازی کرده. الک بالدوین رو به عنوان یک شخصیت کاریزماتیک در فیلم‌های سینمایی متعددی به یاد میاریم. اون بزرگترین فرزند خانواده بالدوین محسوب میشه و در سال 1958 متولد شده. برادر دوم این خانواده یعنی دانیل 2 سال بعد از الک به دنیا اومده و مثل برادر بزرگتر با شیفتگی به سراغ سینما رفته. جدا از همه همکاری‌های سینمایی، اونچه برادران بالدوین رو جذاب می‌کنه اختلاف نظر شدید سیاسی اونهاست. یکی دیگه از برادرهای جذاب این لیستمون ابرقهرمانی از مارول هست. خوش تیپ ترین برادرهای حال حاضر هالیوود متولد کشور استرالیا هستند. حتی این نام خانوادگی سخت موجب نمیشه هر روز جماعت زیادی موتورهای جستجوی اینترنتی رو به دنبال جدیدترین تصاویر کریس و لیام همسورث زیر و رو نکنن. کریس برادر بزرگتر این خانواده است. این سینما بود که برادران والبرگ رو به دنیا معرفی کرد، اما اتفاقی خارج از دنیای سینما موجب شد رابطه برادرانه اونها به شدت مورد توجه مردم دنیا قرار بگیره. مارک به عنوان یکی از تحسین شده ترین بازیگران دنیای سینما و دانی به عنوان یک بازیگر مستعد وقتی تبدیل به سوژه های داغ پاپاراتسیا شدن که مارک در مراسم ازدواج دانی غیبت کرد. در مراسم دریافت جایزه انتخاب به عنوان پدیده سال 2016 سینما در لاس وگاس، دیو فرانکو قبل از هر کس دیگه از برادرش جیمز تشکر کرد و نقش اون رو در زندگی هنریش انکار نشدنی دونست. برای دیو همه چیز از دنبال کردن مسیر برادر مشهور و بزرگش آغاز شد. اون تصور نمی کرد فرصت چندانی در سینما به دست بیاره، اما انقدر صبر کرد و انقدر تلاش به خرج داد تا سرانجام تونست بازیگری در نقش اول چند فیلم باشه.
نظر شما در مورد این ویدیو چیه؟ کدوم یکی از این برادران جذاب هالیوودی رو میشناختید؟ نظراتتون رو برای ما کامنت کنین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد فراموش نکنید ویدیوهای دیگه کانالمون رو با عنوان بهترین و گرانترین آرایشگران جهان از دست ندید.